توی این ویدیو قراره با هم دیگه آیکون سوپ ها رو بررسی بکنیم، ببینیم که کدوماش ارزش داره که بگیرید و چه ترکیبی میتونه بهترین ترکیب باشه برای استفاده ی توکنایی که دارید. تا آخر این ویدیو با من باشید. درباش درود براتون، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. همونطور که تو اول ویدیو هم گفتم قراره اینجا بررسی بکنیم ببینیم که آیکون سوپ هایی که اومده کدوماش ارزش داره که شما توکنتون رو خرج اون آیکون سوپ ها بکنید. در همین ابتدای کار نیازی که بگم به نظر من یکی از بدترین آیکون سوپ های چند وقت اخیر دیگه، چند سال اخیر که ایفا آیکون سوپ رو شروع کرد، این به نظر من یکی از بدترین آیکون سوپ هایی که دادن تا الان. مثل همیشه 9 تا توکن اول میتونید بگیرید و 9 تا توکن دیگه میره برای سیزن بعدی احتمالاً. یه داستانی که اینجا ما همه فکر میکنم این باگ خورده که همچین مشکلی پیش اومده، الان نیا کنید پکا رو زده 25 روز هر کدوم از این آپشن ها رو که میخواد انتخاب بکنید زده تا 25 روز دیگه. توی ابجکتیو ها که میریم بخوایم آیکون سوپ ها رو ببینیم به قیمت توی قسمت مایلستونز نگاه میکنیم، میبینیم که اینجا هم زده باز 25 روز و 23 ساعت دیگه فرصت دارید که توکن ها رو بگیرید. حالا اگر مثل روال هر سال بخواد پیش بره که با تعویض سیزن یعنی تقریبا 8 روز دیگه باید 9 تا توکن جدید بیاد و اینا حذف بشن، حالا طبق چیزی که اینجا زده ممکنه امسال حذف نشه و توکن های جدید به اینا اضافه بشن، اینم ممکنه. پس یا حالا باگ شده این قضیه اینجا اشتباه زده یا اینکه این اتفاق خواهد افتاد، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته در آینده. 9 تا توکن داریم مثل همیشه، 9 تا توکن هم سیزن بعد میده، در مجموع 18 تا توکن. یه نگاه اجمالی بندازیم به سوآپ ها، 2 تا توکن میخواد اینجا برای پک مثبت 81 25 مثبت 81، 3 تا برای 25 مثبت 82، 5 تا برای 25 مثبت 83، 6 تا برای کاسیاس که اصلا صحبتش هم نکنید، 7 تا برای فردیناند، 8 تا بیسورمید، اوورمارس 9 تا. اصلا عجیب غریبه، آخه چرا یه نفر باید 9 تا توکن بده اوورمارس بگیره، واقعا نمیفهمم. 10 تا میدایکون و آقای دسایی 11 تا، دل پیرو 12 تا، دل پیرو بیبی 13 تا، مثبت 89 میدای کمپک، بیسور میدای کم، پلیر پیک 14 تا، زامبروتا هم 14 تا، جالبه میدور پرایم آیکون 16 تا، 17 تا توکن هم برای بیسور مید اور پرایم آیکون پلیر پیک یا پیغمبر و 17 تا هم برای رونی. از بین کارتا این چیزی که من دارم نگاه میکنم به درد بخوراشون، خب یکی فردینانده، یکی دساییه و خود وین رونیه. زامبروتا هم کارت خیلی خوبیه به نظر من، زامبروتا پرایم کارت خیلی خوبیه و میتونم بگم اند گیمه، یعنی یه نفر این کارتو بگیره تا آخر بازی دارتش. خب حالا اینا رو بذاریم کنار، اصلا ببینیم با توجه به تیممون کدوم کارت به دردمون میخوره. ببینید تیم شما دو حالت بیشتر نیست، یا یه تیم فول و کامل الان دارید مثل تیم من که الان بهتون نشون میدم، من تیمم یه تیم کاملیه، الان بازیکن من احتیاج ندارم، الان دو تا سه تا دفاع آنترید از دفاع خوب بازی رو دارم، پیکه، واران و پونده، اینجا سه تا بازیکنی هستن که آنتریدن و من سه تا دفاع خوب دارم، پس عملا برداشتن فردیناند برای من هیچ کمکی به من نمیکنه. دسای هم همینطور، دسای سی دی ام جزء کارت خوبه آیکون سوآپ هست ولی خب به درد من نمیخوره، دو تا سی دی ام آنترید دارم، ضمن اینکه کارتی که شما باید یه جوری توی ترکیبتون لینک بکنید که وقتی وارد بازی میشید بیاد توی پست سی بی و یعنی توی پست سی دی ام، خیلی اذیتتون میکنه موقع پاسکاریا و حالا توپ بیاد زیر پاش بخواد شوتی بزنه و اینا، خیلی اذیتتون میکنه. اون کارت هم یه کارتیه که یعنی شما باید یه جوری سوآپش بکنید توی بازی بیاد وایس پست سی بی. پس ببینید الان تیم من یه مدلیه که دو تا از بهترین آپشنای آیکون سوآپ الان به دردش نمیخوره، بزرگوار دسای هم فردیناند به درد من نمیخوره. شما باید بیاد به تیمتون نگاه کنید، بعد نگاه کنید که آقا الان من تیمم بازیکن احتیاج داره یا نه میتونم شانسم هم امتحان بکنم روی پکای دیگه و یا اصلا نه برم سراغ یه سری اس پی سی ها، مثلا یه نفر میخواد ویرا رو ببنده، اودر کم داره، میره سراغ سه تا پک اول. پس به تیمتون اول نگاه کنید، با خودتون تکلیفتون رو روشن کنید که آقا من بازیکن الان احتیاج دارم یا نه پک میخوام بزنم و شانسم امتحان بکنم. تیمتون اگر کامل بود میرید سراغ پکا، اگر کامل نبود بدون شک میرید سراغ بازیکن، چون پک کاملا شانسیه و چیزش مشخص نیست. بهتره کسی که بازیکن احتیاج داره نیاد داستان تیمش رو روی شانس ببنده. یکی از بهترین آپشنایی که هست و شما میتونید بردارید توی این آیکون سوآپ برداشتنه فردیناند و دسایی. دوتاشون رو وقتی بردارید 11 تا توکن ایشون میخواد، 7 تا این بازیکن کلا میشه 18 تا توکن و دوتا بازیکنه. این دوتا میدایکن خوب برداشتید و توکناتون هم مصرف شده کامل. این برای کسایی که بازیکن میخوان. حالا شاید بازیکن تو پست حمله بخواید، میرید سراغ وین رونی مستقیم.
وین رونیش هم کارت خیلی خوبیه به نظر من. کارتی که فکر میکنم همین الان داشته باشیدش یا حالا همون 25 روز دیگه هم فرض کنیم در ماکسیمم حالت ممکن بگیریدش، 3 4 ماه آینده رو حداقل جواب کارو بهتون میده. پس این کارت هم کارت خوبیه برای کسی که مهاجم میخواد. دسای هم که گفتیم، دل پیرو رو کلا حذف بکنید، به درد نمیخوره. ایکر کاسیاس رو کلا حذف بکنید، اوورمارس رو کلا حذف بکنید. اینا کارتایی هستن که اصلا نرید سمتشون. کارت زامبروتو هم گفتم بهتون، کارت اند گیمه، یعنی دفاراس بی‌نظیریه. اما مسئله ای که هست اینه که خیلی وقتا ما میخوایم یه دفاع، یعنی میخوایم یه ترکیبی رو بازیکن‌ها رو با هم دیگه ست بکنیم، نیاز پیدا میکنیم توی دفاع و دروازه‌بان و اینا نیاز پیدا میکنیم که یه سری بازیکنایی رو بگیریم که لینک تیممون رو کامل بکنن. مثلا فرض کنید آقا یکی تو تیمش مارکینیوش داره، برای اینکه بخواد کمیسری 10 بگیره از مارکینیوش مجبور میشه اشرف حکیمی لینک بکنه و اشرف حکیمی هم جزو کارتای خوب بازی دیگه. پس دفاع راست برداشتن خیلی منطقی نیست، چون هم در آینده ممکنه توی لینک تیم اذیتتون بکنه و همین که دفاع راست خوب کم نداریم که بخواد همین کار زامبروتا رو براتون بکنه تا آخر بازی. پس این کارت هم من پیشنهاد نمی‌کنم بردارید، مگر اینکه دیگه لینک تیمتون یه جوریه که مطمئنید آقا به لینک احتیاج ندارید و دنبال دفاع راست اند گیم هستید، که در اون صورت زامبروتا آپشن به درد بخوریه. و وقتی شما 14 تا سواب خرج این کارت می‌کنید، دیگه از 4 تای دیگه بعد برید تصمیم بگیرید که آقا بین این پک‌ها چی انتخاب بکنید. میتونید مثلا حتی آپشن دیگه ندارید دیگه، فقط یعنی 25 تا مثبت 82 میمونه. آره دیگه بقیه‌اش رو برید از پک‌ها انتخاب بکنید. پس اینا یه سری آپشنایی هستن که برای کسایی که دنبال اینن که تیمشون رو تقویت بکنن و احتیاج به بازیکن دارن. حالا حالت‌های دیگه هم هست دیگه، که دیگه خودتون با توجه به حرفی که میزنم حالت‌های دیگه رو در نظر بگیرید. حالا ممکنه یه نفر به بازیکن احتیاج داشته باشه ولی مثلا یه بازیکن احتیاج داره، مثلا یه سی وی احتیاج داره، میره مثلا فردیناندو برمی‌داره یا مثلا میره دسایی رو برمی‌داره، یه جوری لینکش می‌کنه میارتش سی وی، بقیه‌اش رو میره از پک انتخاب می‌کنه. چیزی که تایید کردیم ما اینجا و توی این ویدیو اینه که آقا فردیناند آپشن خوبیه، دسایی آپشن خوبیه، اگر می‌خواید بردارید منطقیه بردارید، بقیه‌اش حالا دیگه برید از پک‌های دیگه انتخاب بکنید. پس چیزایی که تایید شدن به اونا توجه بکنید. این پرونده بسته شد برای حالت اول، یعنی کسایی که به بازیکن احتیاج دارن. میریم سراغ حالت دوم، یعنی کسایی که به بازیکن احتیاج ندارن و میخوان شانسشون امتحان بکنن روی بهترین پکایی که میتونن انتخاب بکنن. خب حالا لازمه بریم باز دوباره یه دور از اول نگاه کنیم ببینیم اونایی که میخوان رو پکا شانسشون امتحان بکنن بهترین آپشن براشون کدوماست. پلیر پیکا رو من نگاه کردم، کلا فکر کنم دو تا پلیر پیک داشت، یه دونه بیسور میده 14 تا سواب میخواد، یه دونه هم بیسور مید اور پرایمه که 17 تا توکن میخواد. ببینید این دو تا پلیر پیک فول آف شتن، اینقدر زیاد بازیکن آشغال هست توشون که به نظر من اصلا منطقی نیست. چرا که آپشنی هم که میذاره جلوتون کلا دو تا بازیکنه، یعنی شما تصور کن این همه بازیکن بیس شروور داریم، این همه بازیکن مید شروور داریم و قرار از بین این همه دو تا بهتون بده، واقعا چند درصد احتمال داره که یکی از این دو تا بخواد خوب باشه؟ باید خیلی خوش شانس باشید که این پلیر پیک بهتون بازیکن خوب بده. و این هم همینطور، یعنی شما فرض کن بیس مید خودشون پر از چرت و پرتن، پرایمر هم حالا بهشون اضافه بکن، یعنی یه تعداد چرت و پرت پرایم هم بهشون اضافه میشه. پس این آپشن به نظر من اصلا منطقی نیست. حالا اگر یه پلیر پیکی بود که مثلا بین 5 تا بازیکن بهتون میداد، بین 4 تا بازیکن بهتون میداد، اون شاید یه ذره منطقش بیشتر میشد، ولی بین 2 تا بازیکن احتمالش خیلی کمه. برای همین این دو تا گزینه رو من همینجا براتون حذف میکنم و به نظر من شخصا نظرم اینه که اصلا سمت این دو تا آپشن نرید، چون هم توکنای بالایی میخوان، همین که احتمال این که بتونی بازیکن خوب بده خیلی پایینه. میمونه چند تا پک دیگه. یه دونه پک میدور پرایم آیکونه که 16 تا دلق توکن میخواد، یه پک مثبت 89 مید آیکونه که 13 تا توکن میخواد، خود مید آیکون 10 تا، بیسور مید 8 تا. پکام که وضعیتشون مشخصه و تعداد توکناشون هم مشخص. یکی از آپشنای خوبی که به نظر من میشه روش ریسک کرد و به نظرم منطقیه انتخاب همین پک میدور پرایمه و یه دونه هم بیاید از این ور پک حالا مثبت 8 شده یک فکر کنم بشه بهش برداشت دیگه. آره دیگه 16 و 2 18. آره پس از هر کدوم از اون پکا یک کدوم انتخاب کردید، یعنی بیاید ببینید ریسک شما روی کدوم پک بهتره، روی این پک، روی مید آیکون پک مثبت 89 یا میدور پرایم. این پکو که انتخاب کردید دیگه بعدش خودتون نگاه میکنید ببینید چند تا توکن اضافه میمونه، میاد از این سه تا انتخاب میکنید یکی دیگه. یکی از بهترین آپشناش به نظر من همینه، یعنی میدور پرایم ارزش ریسک کردن داره. شما فرض کنید همچین اس پی سی رو بدن بخواید مثلا ببندید اینجا داستان، من فکر نمیکنم زیر مثلا 600 کا 500 خورده ای هزینش باشه. برای همین ارزش داره که شما توکن بدید براش و شانستون رو امتحان بکنید. این ورژن مثبت 89 میدور کنو نیازه که بریم با هم دیگه یه بررسی بکنیم. من میبرمتون سمت فوتبین، فوتبین رو اینجا بیاریم، مثبت 89 ها کفشون از کاسیا
کاسیاس شروع میشه. کاسیاس فن پرسی جفتشون هم به نظر من اونقدر ارزشی ندارن. نگاه میکنیم میبینیم که مثبت 89 میدایکان کم چرت و پرت نداریم. دکتر بگیر و ایگز و آکا حتی جالب نیست به نظر من میدایکانش. فیلیپ لام بد نیست، ندوت نات بد، خیلی اسکولز به درد نمیخوره، کلوزه، لادروپ اینا به درد نمیخوره. خیلی چرت و پرت زیاد داره. ریکلمه، یان راش، خود هوگو سانچز حتی خیلی چرت و پرت زیاد داره. لینکر اوه، این آپشن هم به نظر من آپشن خوبی نیست خیلی. فرض کنیم که 13 تا توکن بدیم برای این داستان، حتی 13 تا توکن فرض کنیم بدیم برای این داستان، ببینیم آپشن های دیگه‌مون اینور چیا میمونه اگر 13 تا توکن بدیم، یعنی میتونیم ما 5 تا توکن دیگه خرج بکنیم. من ترجیح میدم که آپشن اول انتخاب بکنم، یعنی یه دونه ایمپکت و میدور پرایم رو تست بکنم. هرچند که مثبت 89 خیلی هم بد نبود، البته خیلی هم بد نبود، بستگی به خودتون داره دیگه. چیزی که میخوام بگم اصلا توی این ویدیو چیه، اینه که یه سری پیجا دیدید، یه سری پیجا میان لیست میکنن میگن آقا اینا بهترین آپشن ها، فلان بازیکن ها بهترین آپشن ها، یا فلان پک ها بهترین آپشن ها. ببینید بهترین آپشن من الان توی این ویدیو حرف من اینه که بهترین آپشن من با بهترین آپشن شما متفاوته. نرید نگاه کنید ببینید مثلا فلان پیج چی گفته برید دقیقاً همونا رو بردارید، بعد به تیمتون نگاه کنید ببینید آقا بهترین آپشن شما چیه. اینه که هنر، یعنی در واقع این هنر شماست که بتونید تشخیص بدید که بهترین آپشن شما چیه و از بین اونا انتخاب بکنید. اگر نمیخواد روی آیکونا خیلی در واقع توکن خرج بکنید که سریعا بدین ست پک رو بردارید، چون ست پک پک های ارزشمندین، فادر بهتون میده و حتی ممکنه که بازیکن خوبم بده. اگر توی یه ایونت درست حسابی بزنید ممکنه که بازیکن خوبم بهتون بده که اصلا خودش از 100 تا آیکون هم بهتر باشه. پس یکی از بهترین آپشن هایی که میشه تا اینجا برداشت برای اونایی که میخوان ریس بکنن میدور پرایم با یه دونه پک 25 مثبت 81، وزنشون فکر میکنم یکی باشه با اینکه شما یه دونه مثبت 89 میدایکان بخواید بردارید و از این طرف بیاد یه دونه اگه در واقع مثبت 83 بعد 25 مثبت 83 بردارید. یه آپشن خوب دیگه ای هم که داره و احتمالاً خود من این آپشن رو بردارم یه دونه میدایکان پک، از اون طرف وقتی اون پک رو برمیدارید میتونید هم 25 مثبت 82 رو بردارید هم 25 مثبت 83. به نظرم این آپشن منطقیه، چون هم فودرتون رو گرفتید هم میدایکان ها اگر بخواد بهتون بازیکن خوب بده میتونه بده دیگه تقسیم نمیشه بین میدور پرایم، چون میگم هرچی تعداد اینا بیشتر میشه مید اضافه میشه پرایم هم اضافه میشه، خب قاعدتا درست بازیکن خوبش اضافه میشه، ولی مثلا شاید دو سه تا بازیکن خوب اضافه بشه از اون بازیکن چرت و پرت 15 تا 20 تا یهو میبینید چرت و پرت بهش اضافه میشه، پس وزنش میاد پایین‌تر. برای همین من فکر میکنم این آپشن خوبیه. بهش سر میدم، خیلی پیشنهاد نمیکنم. شما 8 تا سواپ اگر بخواید بدید میتونید از اون طرف هر سه تای این داستانو بردارید، ولی من خیلی پیشنهاد نمیکنم. پس بهترین آپشنی هم که میشه این طرف برداشت به نظر من یه دونه میدار کامپکه و 25 مثبت 83 و 25 مثبت 82. ویدیو همینجا تموم میشه. یه جنبندی بخوام بکنم، از اول اینی که شما یا بازیکن میخواید که مشخصه چه بازیکنایی باید بردارید و هر کدومو برمیدارید باز مشخصه که باید برید سراغ کدوم پکا با توجه به تعداد توکنی که دارید، و یا بازیکن نمیخواید دنبال این هستید که شانستون هم تمام بکنید که من پلی پیکا رو براتون حذف کردم و با توجه به پکی که فکر میکنید خودتون منطقیه هر کدوم از آیکونا رو بردارید، از اون طرف دیگه تعداد توکن باقی مونده تون مشخصه و میتونید برید سراغ پکای 25 مثبت 82 83 یا 81. پس خیلی کار سختی ندارید توی آیکون سواپ، خیلی هم آیکون سواپ جالبی نبود به نظر من و ویدیو هم همینجا به پایان میرسه. دمتونم گرم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. لایک ویدیو، شیر ویدیو، سابسکرایب کانال یادتون نره. یادتون هم نره که لینک توییچ، اینستاگرام و دیسکورد ما زیر همین ویدیو توی کپشن همین ویدیو هست و اونا رو هم دنبال کنید و داشته باشید. خیلی مخلصم، مراقبت کنید از خودتون، بدرود.